همراهان برنامه قیام ایران، در این قسمت نوبت میرسه به مروری بر روزنامه‌های حکومتی امروز و همراه میشیم با مسعود پیرنیا. سلام به تو مسعود، خواهش میکنم بفرمایید. امید سلام، سلام به بینندگان عزیز و درود بر قیام آفرینان قهرمان. در بیشتر تیترهای روزنامه‌های حکومتی امروز دوشنبه 22 اسفند یک مضمون مشترک جلب توجه میکنه: بریدگی و انفعال و شکاف در نیروهای سپاه و در رأس حکومت. آرمان فرمانده کل سپاه پاسداران گفت وضعیت درونی سپاه یکی از دغدغه‌های رهبری است و این وضعیت نیازمند عمق بخشی بیشتر معنویت و افزایش روحیه جهادی است. ابرار پاسدار جعفری وضعیت درونی سپاه یکی از دغدغه‌های رهبری است. کیهان موافقت رهبر انقلاب با درخواست کنارگیری جنتی از امامت جمعه تهران. شب نخستین بازنشستگی احمد جنتی. فکر کنم همه از این خبر بازنشستگی احمد جنتی تعجب کردن. فکر کنم بیشتر از همه هم اسرائیل تعجب بکنه از این موضوع. آفتابه یزد عدم حضور سران قوا در برخی جلسات مجمع تشخیص اعتراض به حضور احمدی نژاد است. مستقل یک روزنامه اصولگرا را خبر داد غیبت سران سه قوه در اعتراض به حضور احمدی نژاد در مجمع تشخیص. قانون زرقامی در کانال تلگرامی خود برای رد این ماجرا نوشت شایعات روزهای اخیر در مورد عدم شرکت سران قوا در جلسه مجمع به دلیل اعتراض به حضور آقای احمدی نژاد با هیچ معیاری قابل پذیرش نیست. شایسته است که آقایان با حضور خود در جلسه بعدی یا تکذیب این شایعات حرمت حکم و توقع رهبری معظم از آنان را نگه دارند. اما ابراز نگرانی از چهارشنبه سوری و سنگ سلامت مردم و سنت‌های باستانی را به سینه زدن در اغلب روزنامه‌های هر دو باند رژیم دیده می شود. همینطور اذعان به ناکارآمدی سرکوب در مقابل با سنت‌ها در تعدادی از این روزنامه‌ها به چشم می‌خورد. اعتماد شهرداری ظرفیت شادی بسازد. اعتماد حفظ هوشیارانه آیین کهن باید مد نظر داشت که به صرف استفاده از قوه قهریه نمی‌توان این موضوع را ساماندهی مناسب کرد. بهار صدا و سیما با نفی چهارشنبه سوری موضوع را داغ‌تر نکند. چرا آیین ملی را امنیتی می‌کنیم؟ قانون آتش بر نوستالژی. نه از قاشق زنی خبری هست نه از شاهنامه خوانی. نوآوران رئیس انجمن آسیب شناسی ایران چهارشنبه سوری را امنیتی نکنید. هشدار و باز هم هشدار و ابراز وحشت از بروز قیام، موضوعی که در روزنامه‌های امروز باند روحانی دیده میشه که چند نمونه از اون رو با هم نگاه می‌کنیم. آرمان عدم پاسخگویی جامعه را عصبی می‌کند. زمانی که متولیان جامعه به جای فراهم کردن بسترهای مناسب رفاهی راه مقابله را پیش می‌گیرند، خود زمینه‌ساز ایجاد خشم می‌شود. وقتی این مطالبات کلانتر شد و مردم خواستهای عمومی‌تری داشتند و از سوی مقابل مسئولان جواب درستی به این مطالبات ندادند، آنجاست که جامعه دچار خشم فراگیر می‌شود و اتفاقات تلخی چون اعتراضات دیماه رقم می‌خورد. ابتکار اگر مروری به فضای شبکه‌های اجتماعی که نمونه کوچکی از جامعه ایران به ویژه جوانان است داشته باشیم، متوجه می‌شویم که تغییرات محسوسی در حال و هوای اسفند ماه سال جاری به نسبت سال 95 وجود دارد. به تمام این مسائل زلزله ها و آتش سوزی ها را هم اضافه کنید تا اوضاع یک سال گذشته بغرنج تر شود. برابر ادعای بسیاری از جامعه شناسان، تداوم چنین فضایی منجر به کشیده شدن مردم به خیابان ها و خشونت خیابانی خواهد شد که نشانه های از آن را در دی ماه سال جاری مشاهده کرد. اعتراف به خشم انفجاری مردم و ناکارآمدی وعده‌های توخالی و دروغی که به مردم داده میشه در روزنامه‌های حکومتی دیده میشه، که البته این اعتراف با
فرهنگ پاسداری و واژه‌هایی که لایق خود سران حکومت از طرف اونها گفته میشه. آرمان، رئیس مجلس با تاکید بر اینکه دریدگی قبح یک جامعه است، معذرت میخوام که مجبورم حرفای این پاسدار مزدور رو بخونم، گفت چالش‌های در هم تنیده کشور با تعقل، توجه کافی و دقت نظر حل می‌شود و با شعار و سر و صدا قابل حل نیست. کسانی که فکر می‌کنند مشکلات کشور را می‌توانند با پاسخ یک خطی حل کنند، دچار خودفریبی هستند. گاهی در شرایط امروز ایران دریدگی می‌بینیم. این دریدگی حسن نیست، بلکه قبح جامعه است. و اما بحران‌های مختلف اقتصادی اجتماعی موضوع تیترهای دیگه صفحات اول روزنامه هاست. آرمان، گلایه نمایندگان اصفهان، کشاورزان را نادیده گرفته اید. آفتاب یزد، افزایش قابل تحمل واردات از آفریقا. آفتاب یزد، رأی مجلس به 200 ردیف بودجه بدون اطلاع از جزئیات آن. ابرار، انتقاد نماینده پاوه از وضعیت زلزله زدگان. ابرار اقتصادی، نقدینگی 1463 هزار میلیارد تومان شد. اقتصاد پویا، دولت باید شجاعت اعلام آمارهای اقتصادی منفی را داشته باشد. جهان صنعت، ناکامی دولت در تحقق درآمدهای بودجه 96، 50 هزار میلیارد تومان پرید. رسالت، رئیس اتاق بازرگانی ایران، 70% اقتصاد دست کسانی است که فقط ضرر زدند. سایه، عضو شورای شهر تهران مطرح کرد ابراز نگرانی نسبت به افزایش افسردگی در جامعه. خب دوستان عزیز، در اینجا به پایان گزارش خودمون از روزنامه حکومتی رسیدیم. با تشکر از همراهی شما و با تشکر از تو امید. خیلی ممنونم مسعود از گزارشی که ارائه کردید.